وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، بتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با مهرآمیزترین درودها خدمت شما بینندگان ارجمند تلویزیون ایران آریایی، به ویژه برنامه گنجینه خرد، من آریا باقری به همراه کارگردان فنی برنامه آقای روزبه نازنین، امروز روز 29 دسامبر 2014 برابر با 8 دی ماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی ایرانی و باز برابر با 1393 عربی رو در خدمت شما هستیم. به مدت در حدود 1 ساعت و ربع یا 1 ساعت و 20 دقیقه و برنامه گنجینه خرد رو که بارها خدمت بینندگان ارجمند عرض کردم که این برنامه است برای در حقیقت به عنوان خرافه زدائی و خردگرایی است. به این ترتیب میگم خرافه زدایی، چون کتابایی رو که من خدمتتون معرفی کردم و میکنم و صورت اسامی کتابا در دفتر تلویزیون ایران آریایی است، همیشه تا
تمام کتاب‌هایی‌ست که بزرگان ایران، بزرگترین نویسندگان روشنگر ایرانی نوشتن و در مورد خردگرایی و خرافه زدایی است. یعنی چی؟ خرافه هایی که 1400 ساله که از طریق دین اسلام و به ویژه آخوندهای نابکار و به ویژه بعد از و در آغاز و در خلال حکومت پادشاهان صفوی که یک مش دزد بیابونگرد نمیدونم تماع آخوند رو از جبل عامل یعنی لبنان فعلی به ایران آوردن و آخوند رو در اونجا پرورش دادن و ریشه‌شون رو در اونجا به حساب کاشتن و اکنون با اون 10 تا 50 تا 100 تا آخوندی که در اون زمان از لبنان آوردنشون الان یه چیزی در حدود 1,000,000 شنیدم آخوند داریم. و حالا براتون میخونم امروز از کتاب من یک آخوند بودم که خود یک آیت الله میگه که آخوند فقط به چه دردی میخوره. عرضم به حضورتون که طبق برنامه و طبق معمول قبلیمون که یه نوشته ای بود و میخوندم ولی دیگه حالا قرار شد که دیگه اونو نگم و از روی اون نخونم و از حفظ صحبت کنم، ببخشید اگه جای توپق میزنم، ولی همیشه ما میگفتیم که به یاد تمام جانباختگان ارتش شاهنشاهی ایران به ویژه کسانی که با از سحرگاهی که حکومت ملاها و حکومت دزدان آخوند و روزخان و جبهه ملی و توده‌ای و کمونیست و مجاهد و فدایی خلق و نمیدونم نهضت آزادی و پانیرانیست و این عمل اکره اومد سر کار که البته همه شون آخوندا زدن ریختن توی دستشویی، سیفونش هم کشیدن، ولی خودشون موندن سر کار. بیش از 6,000 نظامی رو به کشتن، یعنی کشتن، تیرباران کردن، سرشون رو بریدن، ترور کردن از پشت سر و غیره، و یا نظامی و یا کسانی که در رأس کار بودن مثل آقای دکتر نخست وزیر زنده یاد هویدا و غیره. به هر جهت ما به یاد و نام این بزرگان ارجمند همیشه ارج می نهیم و براشون، یعنی همیشه نامشون در تاریخ پر افتخار ایران ثبته و امیدواریم که یادشون تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده باشه. امروز همینطوری که خدمتون عرض کردم 8 دیماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی است. بارها اینو خدمتون عرض کردم که این سال هخامنشی رو، سال ایرانی رو فکر میکنم تنها رسانه ملی میهنی که داره اعلام میکنه همیشه فقط تلویزیون ایران آریایی است، ولی بقیه همون سال عرب ها رو می نویسن. 1393، سالی که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه فرار کردن به علتی که میخواستن شب سرشون رو ببرن، علی رو به جای خودشون خوابوندن و فرار کردن، رفتن به مدینه و بعد از 13 سال که به حساب رسالت خودشون رو اعلام کرده بودند رفتن به اونجا و در اونجا دیگه به حساب شاهکارهای اسلامی رو در اونجا انجام دادن. برجب از اون بگذریم. امروز برنامه خیلی زیادی، خیلی مقاله و مطالب دارم خدمتون بخونم، بنابراین میگه از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. با اجازتون از کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات که قسمت جلد اولش تا 26 دیماه 1358 عربی است و جلد دوم تا 59، من این جلد اول رو، یه قسمت دوم رو خوندم، الان جلد اول رو اینجا یه قسمتش مهمه براتون میخونم و فکر میکنم دیگه بعد از 26 دیماه دیگه این کتاب رو
نخواهیم خوند و به جاش کار دیگه ای خواهیم. این باید از صفحه 282 که مربوط به تاریخ روز هستش رو خدمتون میخونم. هشتم دی ماه 1358 رو خدمتون میخونم. الان کمتر از یعنی یک ماه دیگه تقریبا یک ماه ده 15 روز مونده که به یک سال حکومت ننگین اسلامی سر کار اومد. میگه امروز اعلام شد که در دو روز گذشته درگیری‌های شدیدی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افراد مسلح حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز رو داد و طی آن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. حزب جمهوری خلق مسلمان 11 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به گروگان گرفتند در سال 1158. نورالدین کیانوری یکی از رزترین، پسترین و کثیف‌ترین نمیتونم بگم آدم یا مرد یا فلان حیواناتی که در ایران زندگی میکرد، دبیرکل حزب توده ایران اعلام کرد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا معرفی نخواهد کرد. آخه میگن که ببخشید معذرت میخوام، میگن که موشه تو سوراخش نمیرفت، جاروان به دومش میبرد. حالا خودشونو دارن میزنن تو سرشون، بیرونشون میکنن، فهمیدن چه رزلایین، یعنی استفادهشونو کردن. البته الان همشون سر کارن ها هستن ها، ولی خب به اسمای دیگه، ولی منظور حالا میگه که ما معرفی نمیکنیم. میگه زیرا این کار خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما به کسی رأی خواهد داد که در خط امام باشد. میگه که بازی ضرب المثله دیگه، اینجا نشون میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف بو میده، راهشون نمیدادن، قبولشون نمیکردن هیچ جا، حالا میگن که ما کسی معرفی نمیکنیم. شورای انقلاب اسلامی در اطلاعیه از افشاگری دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درباره نهضت آزادی ایران انتقاد کرد. آخه تون تمام مدارکی رو که از سفارت آمریکا اون دزدانی که رفتن و اونجا رو گرفتن که به دستور خود خمینی و حکومت بود، ولی به اسم دانشجو یه مش لات چاقوکش لاعبالی بودن که الان هم همشون هم سر کارن و رأس کارن، این هر روز میگفتن که اینا کسانی که با سفارت آمریکا ارتباط داشتن، مثل بازرگان و مثل نمیدونم یزدی که خواستن مأمور اصلی CIA و غیره و غیره و اینا، حالا میگه که اینا اعلام میکنن که نهضت آزادی که همین یزدی الان رئیسشه و اون موقع مثل که بازرگان بود و غیره، میگه نه اینا بی خود میگن که با آمریکا سر کار داشتن، اینا همه رای دارن تکذیب میکنن. حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق ایران طی انتشار اطلاعیه جداگانه از افشاگری های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پشتیبانی کردند و خواستار ادامه این افشاگری هاش. سازمان مجاهدین هر کاری که می کردن همین گرفتن سفارت رو تبریک گفتن، هر امیری، هر نظامی، هر سرهنگی، هر سروانی رو که می کشتن اینا فوری کار تبریک برای خمینی می فرستادن و باز درخواست می کردن که بازم بقیه رو، همه 200,000 نظامی ایرانی رو تا درجه سرباز رو بکشن. شیخ محمد موسوی خوینی در اجتماعی در برابر سفارت آشغالی آمریکا، منظورم اشغالی، اعلام کرد افشاگری های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خواست ملت است و همچنان ادامه خواهد. نهم دی ماه 1358 رو میخونم. من سریع میخونم برای اینکه خیلی برنامه‌ام زیاده امرو و دلم میخواد که برسیم به همش، همش هم مهمه. حزب جمهوری اسلامی جلال الدین فارسی را از طرف این حزب کاندیدای ریاست جمهوری کرد. سید احمد مدنی و ابوالحسن بنی سگ ستاد انتخاباتی تشکیل دادند. صادق قدزاده رسما خود را کاندید ریاست جمهوری کرد که کاندید چوبه دار شد، مثل اینکه بیچاره. شیخ محمد منتظری رهبر سازمان ساتجا اعلام کرد که تاکنون 400 تن از زنان و مردان انقلابی جهت اعزام به فلان به جنوب لبنان اعزام شدند. جوانای مردم رو
چیز میکردن، چی میگن، اقفال میکردن، میبردنشون لبنان به کشتنشون میدادن، ولی پول و حق و حساب و دوزیشو خودشون میکردن. کیهان اعلام کرد اسماعیل رائین نویسنده معروف کتاب‌های فراماسونری در ایران پیش از ظهر امروز در دفتر مرکزی انتشارات امیرکبیر جان سپرد. گفته می شود رائین که برای اعتراض به چاپ بی اجازه کتاب‌هایش به مؤسسه انتشارات امیرکبیر رفته بود، به تحریک جعفری صاحب این مؤسسه با جماعتی که فریاد می زدن مرگ بر رائین، رائین اعدام باید گردد، مواجه می گردد و مهاجمان رائین را به شدت کتک می زنند و او در حال دفاع از خود به سکته قلبی دچار و جان می دهد. اسماعیل رائین هنگام مرگ حدود 60 سال داشت. او که از 22 سالگی در کار مطبوعات بود، ده ها جلد کتاب تألیف کرد که مشهورترین آنها کتاب فراماسونری یا فراموشخانه در ایران و دیگری کتاب اسرار خانه سودان است. یعنی این دیگه، این نمیشه 100 درصد به دستور انگلیسا بوده. دهم دی ماه را خدمتتون میخونم. نیویورک مجله آمریکایی تایم روح الله خمینی را به عنوان مرد سال 1979 انتخاب کرد. به نظر سردبیر این مجله علت این انتخاب این است که روح الله خمینی خبرسازترین چهره سال 79 بوده است. البته این مرد سالی که واقعا انتخاب میکنن مجلات و به ویژه همین مجله تایم، این نه اینکه آدم خوبی باید باشه، خبرسازه، کسی که واقعا دنیا را به هم زده و آشوب به پا کرده و همیشه توی نیوز ها، اخبار های تمام تلویزیون و رادیوهای جهان بوده. این به این دلیل میگن که مرد ساله. عرضم به حضورتون که 11 دسامبر هم، ببخشید دی ماه هم خدمتتون میخونم، چند تا مورد مهم داره. میگه که شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود قطعنامه پیشنهادی آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه کورت والهایم دبیر کل سازمان ملل متحد کوشش های خود را برای حل گروگان ها ادامه میدهند و چنانچه تا 17 دی ماه سال جاری گروگان ها آزاد نشوند، شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاسی دیگری تشکیل میدهد و اقدام موثر تری میکنه. که همش کشف بود، که همش داستانه بود که زیرمیزی با هم داشتن و دیدیم که به محضی که آقای ریگان اومدن سر کار، همون روز در لحظه سوگند ایشون چیز اومد، هواپیمای اینا سوار شد، راه افتادن رفتن. اسوسییتد پرس اعلام کرد جیمی کارتر ابله رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات با وایزمن وزیر دفاع اسرائیل تصمیم گرفت باز هم بر مبلغ کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل بیفزاید. مبلغ کمک آمریکا به اسرائیل تنها در قبال قرارداد کمپ دیوید 3 میلیارد دلار است که اسرائیل به خاطر تخلیه صحرای سینا در طول 3 سال از آمریکا دریافت می‌کند. همیشه گفتم این کتاب بیشتر تکیه میکنه بر روی اعدام هایی که در ایران میکنن. میگه در قزوین افراد زیر و همکاری با سردار جاف در قزوین تیرباران شد. نوشته اتهام سرقت، دروغ میگه، و همکاری با سردار جاف که خود سردار جاف رو هم اعدام کردن، آقای علی مولایی، آقای حمزه علی معروف خانی و ولی قیاسفند، این هر سه در قزوین در روز 11 دی ماه تیرباران شد. در تبریز نادر کریمی تیرباران شد. هزاران نفر از افغانی‌های مقیم تهران رفتن اعتراض کردن به سفارت اون که شرور بود. حالا این مهمه، این بسیار یک خبر بسیار مهمه. ببینید که چی. یونایتد پرس در لندن گفت پادشاه ایران در مصاحبه‌ای با خبرنگار نشریه دیلی میل در مورد احتمال تشکیل یک کمیسیون بین المللی برای رسیدگی به اتهامات جمهوری اسلامی علیه ایشان گفتند. آخه تمام دنیا گفتن که شاه خیلی جنایت کرده، خیلی فلان کرده، جمهوری اسلامی گفته چقدر پول دزدیده. اون بنی صدر حرومزاده، واقعا باید گفت حرومزاده، اینجا در مصاحبه ای با تلویزیون لندن بی بی سی گفت که گفتن چقدر فکر میکنی شاه کشته، گفت 600 هزار نفر رو شاه کشته.
پادشاه فرمودند که من خوشحال میشوم که درباره من و آنچه که در دوران سلطنتم برای ایران و مردم ایران انجام دادم قضاوت شود و حتی حاضرم در یک دادگاه بی‌طرف توسط قضات محاکمه شود. اما در صورت چنین کاری این رسم باید در مورد تمام سران کشورها و رهبرانی که از کار برکنار می شود اجرا گردد. این فرمایش اعلی حضرت بود و دیگه این تموم شد، دیگه بقیه رو در روز آدینه خدمتتون می خونم. من می دونید که امروز 29 ماه دسامبر، فردا 30 و 31 چهارشنبه، چهارشنبه شب میشه شب سال نو و جشن و پارکوبی در تمام دنیا، یعنی در جاهایی که چیزه به حساب مذهبشون مسیحیه و به مسیحیت اعتقاد دارن مثل اکثر کشورهای غربی، و حتی در ایران هم ارامنه و نمیدونم مسیحی و غیره و غیره و اینها، اینا هم همه این شب رو جشن میگیرن. البته یک گروهی هم هستن که ششم ژانویه رو تولد، یعنی اون در مورد چیز بود، کریسمس بود که اون حال بحثش جداست، ولی بعد از شب سال نو و در ساعت 12 هر کشور، هر شهر، هر استانی یا هر ایالتی در آمریکا و یا در هر کشوری در رأس ساعت 12 سال 2014 تموم میشه و وارد سال 2015 میشیم. فقط بدونید که نوروز ایران چیزی که از سالهای سال، هزاران سال هست و البته خب ساعتش و اینا دقیق تر شده، چیزیست که با جو و با گردش زمین و خورشید و تمام این سیاراتی که در این به حساب کره ما هست و منظورم منظومه ما هست با اون تنظیم میشه. هر سالی یک ثانیه تا یک دقیقه و ثانیه است و مهمش اینه که در تمام دنیا، در تهران، در لس آنجلس، در واشنگتن، در سیدنی، در اروپا، در عربستان، در تمام دنیا در یک لحظه، در یک ثانیه سال تحویل میشه و این چقدر مهمه. ولی این مثلا در فکر کنید که در سیدنی استرالیا 17 ساعت قبل از ما اونا سالشون تحویل شد، بعد ما میشیم 3 ساعت بعد از ما، نه ببخشید قبل از ما در واشنگتن میشه، 9 ساعت قبل از ما در اروپا میشه و غیره و غیره و غیره که کار نداریم. ولی به هر جهت در سال 2014 اتفاقاتی افتاده که من همینطور دیشب از ذهنم چیزایی که میدونستم همینطوری نوشتم، فقط یه روخونی ساده براتون میکنم. اتفاقاتی که در سال 2014 افتاده که خیلی خیلی به حساب مؤثر بوده در دنیا و بحث انگیز بوده، یکیش بزرگترینش به نظر ما ایرانیا کوتاه اومدن حکومت اسلامی بوده برای غنی کردن اورانیوم. اینهایی که بیش از 30 ساله که میلیاردها دلار به روسیه دادن و به کشورهای کمونیستی دادن و خرج کردن و خرج دزدا و دزدی کردن و غیره و غیره برای غنی کردن اورانیوم، هی گفتن که انرژی هسته‌ای حق مشلم ماست، هی گفتن حق مشلم ماست، ولی حالا دیگه کوتاه اومدن، هیچکی هم دیگه حرف نمیزنه که حق مسلم ما نیست و از غنی کردن اورانیوم از 20% به 5% هم رضایت دادن، که بازم اینا به 5%ش هم باز اینا هنوز رضایت ندادن و هنوز دارن کوتاه میان. این 7 ماهی هم که دوباره خریدن حق بازیه، تمام قرارداداشون رو بستن، کاراشون رو کردن، فقط پول ملت ایران بود و اینکه مردم ایران رو سر کار گذاشتن و یک مش دزده مثل بابک زنجانی و رفسنجانی و خامنه ای و نمیدونم فلان و فلان و سردارا و پاسدارا و اینا میلیارد میلیارد همشون دزدیدن و
رفتن و هیچی، حالا هم گفتن نه خب باشد آقا دیگه از همه چی گذشتن و دیگه حق مشلم ما نیست. دومین مسئله ای که بسیار بحث انگیز بود و بسیار خطرناک برای دنیا، طلوع گروه بوکو حرام و کشتن و سربریدن مردم و دزدیدن 260 دختر از مدرسه دخترانه و فروش آنها در این طرف اون طرف، حالا چه و مفقود الاثرن، اکثرشون نمیدونن اصلا کجا هستن پدر مادرشون، که در حدود یک سالی از این داستان میگذره و خبری ازشون نیست و خدا میدونه چه بلایی سر اینها آورده. سوم، اینا رو من نوشتم، حالا خیلی اتفاقات بالاتر و پایینتر و بیشتر بوده که من همینجوری دیشب همینجور از ذهنم. یکی طلوع آیسیس یا داعش، کشتن و سربریدن ده هزار نفر و آواره شدن چندین میلیون نفر از مردم کردستان سوریه، از نمیدونم کردستان عراق، از این طرف و اون طرف در عراق و غیره، و سربریدن و اعدام جوانهایی که میگرفتن و همینطور مثل دورجونشون مثل گوسفند لختشون میکردن، میخوابوندن و با مسلسل تو سر مغزشون میزدن و سر تمام اسیرها رو مثل گوسفند میبریدن. فقط در یک فقره در سوریه 674 نفر رو در یک روز سر بریدن. البته حضرت علی علیه السلام مولای متقیان سر 700 نفر رو بریدن، ولی این خاک بر سرها کمتر بریدن. 674 نفر رو سر بریدن و با سرشون در میدان نمیدونم کجای سوریه فوتبال بازی کردن. چهار، ادامه جنگ اسد، اون رئیس جمهور سوریه، با مردم در سوریه و کشتن بیش از 200,000 نفر در طول 3 سال. و اینا که میگن که چرا پادشاه نکشت، چرا خب شما وام میسد، البته اگه پادشاه وام میسد 500 تا رو میکشتن تموم بود قائله، ولی خب اونقدر مرد بود که گفت که من نمیخوام یک خون از دماغ یک ایرانی بیاد. ولی آقای اسد تا الان بیش از 200,000 نفر رو کشته، تمام شهرها رو نابود کرده، چندین میلیون سوری رو آواره تو این سرما و بدبختی و برف و بوران آواره کرده، توی کوه و کتل و چادر دارن زندگی میکنن، پناه بردن به ترکیه، پناه بردن به ایران، پناه بردن به این طرف اون طرف، و هنوزم سر کارشه. هیچ کس هم اون کارتر بی همه کس لجن کسافت هم هیچ وقت نمیگه که آقا حقوق بشر را از بین بردن. پنجم، حمله روسیه به اوکراین، گرفتن جزیره کریمه و کشتن بیش از 50,000 نفر. ششم، کشتن صدها دانش آموز در پاکستان به وسیله طالبان که رفتن به مدرسه بچه ها، آنها رو با مسلسل به تیر بستن و خدا میدونه، من نمیدونم دقیقا چند صد نفر رو یا چند ده نفر رو کشتن. اینها که میگم تمامش هم اسلامی بوده، ببخشید من اینجا میخوام، تمامش از اسلام بوده، یعنی اینها که این کارا رو کردن همه شیفتگان اسلامن و پیرو دین مقدس اسلام. هفتم، یک خبر بسیار جالب، یعنی جالب شرم‌آور، در میدان امیر چخماق شهر کرمان لاشه چند پاسدار به دست دستور احمدی نژاد میمون صفت کثیف دستور داده در این میدان که یکی از قدیمی ترین، زیباترین و منحصر به فردترین میدانهای جهانه و به دست خانم فاطمه خاتون، همسر امیر چخماق، در نمیدونم چند صد سال قبل ساخته شده، بسیار زیباست. شب عکسش رو تلویزیون دیدم. ببخشید، در یزده، معذرت میخوام، کارگردان منو تصحیح کردن، بله اشتباه گفتم، در یزد هست. این رو اونجا قرار شده 3-4 تا لاشه خاک کنن و آبرو و حیثیت ایران و اون به حساب ارزش اون میدون رو از اون اوج بیارن باز به حضیض.
عرضم به حضورتون که هشتم به نظر من ارقام یعنی این بالاترین از نظر ایرانی ها ارقام سرسام‌آور دزدی ها در ایران چند صد میلیاردی که اصلا دیگه اصلا ارقام نجومیه واقعا، یعنی هیچ کس فکر کنم خداشون هم نمیتونن تعداد صفراشو تعیین کنن. به عنوان مثال آقای ببخشید میگم آقا اون بابک زنجانی اون دزد 30-40 ساله که در ظرف 10 سال میلیارد ها دلار پول داره الان، البته با شرکا رفسنجانی و میمون و خود ارباب خود خامنه ای و نمیدونم یزدی و بعضی همه این چیزا علوفه ها، با تمام اینها فقط یک قلمش 4 میلیارد یورو یعنی یه چیزی در حدود 6 میلیارد دلار، حالا ضرب در 3500 بکنید ببینید چندین هزار بیلیون میلیون میلیارد نمیدونم تومان یا ریال خواهد شد، یه قلم کوچولوشه که نفت دزدی. این یکی از کارهای خیلی مهمه حکومت اسلامی. اخیراً هم شنیدم پریروز از من بانک کجا دوباره 27 میلیارد تومان گم شده، دزدی شده دوباره. نهم به نظر من مفقود شدن هواپیمای مالزی در 10 ماه قبل بود که معلوم نشد، خیلی اظهار نظرهای بسیار مختلفی هست، یه عده میگن که آمریکا یک اسلحه ای رو امتحان میکردن اشتباه زدن تیکه تیکه شده رفته در دریا و غیره و غیره. و پریروز دوباره مفقود شدن هواپیمای سنگاپور ایر آسیا در 2 روز قبل که مالزی پرواز 8501 که 162 نفر مسافر توش بودن، دوباره میگن اینا معلوم نیست ولی فعلا میگن رفتن به قعر دریا، اونا رو هم گفتن قعر دریا ولی الان 10 ماه که هنوز پیدا نشده در مارچ 2014. بعد باز یه خبر بسیار تأسف انگیز، هواپیمایی در شرق اوکراین به وسیله موشک همین چیز اوکراینی ها منفجر شد و 300-400 تا مسافر دوباره به نابودی یعنی پودر شدن همش. بعد 12 میکروب ایبولا، بیماری ایبولا بود که در کشورهای آفریقایی اومد و تا الان بیشتر از مثل این که بیشتر از 120,000 نفر رو کشته و دارن روش بررسی میکنن مطالعه میکنن که درستش کنن. و یک خبر بسیار مهم و جدید برای هفته قبل بود که ارتباط آمریکا و کوبا پس از 52-53 سال بالاخره آقای اوباما تصمیم گرفتن که ارتباط تا الان کوبا رو به حساب بایکوت کرده بودن، گذاشته بودنش کنار چون که کمونیستی بود و اونا هم خودشون هم دیدن آقا کمونیستی هم صرف نمی کنه، خود روسیه هم الان وضع اسفناکی داره با قیمت نفتی که اومده پایین و غیره، و به هر جهت قرار شد که بهشون کمک کنن و پول بهشون بدن و اون تحریم ها رو ازشون بردارن و غیره. این یه تعدادی از چیزهای مختصری بود که من به یادم اومده بود خدمتون عرض کردم. خیلی خوب، عرضم که به حضور مبارکتون که من اجازه بدید که من پریروز روز آدینه من یک برنامه مصاحبه ای رو بود، برای اینکه ما الان یه خبرنگار پیدا کردیم، دیدین یه جوانی بود آقای سعید محمدزاده بود رفته بود به دبی و با یک شتر که عکس خود شتره رو و خبرنگارم بهتون نشون دادم مصاحبه کرده بود. این شتر یکی از خائنین به ایران بود که فرار کرده رفته دبی در زمان اعلیحضرت و این باش مصاحبه کرده بود. نتیجه مصاحبه رو نشد. بانوی ارجمند نازنینی بسیار چقدر نازنین چقدر محترم زنگ زدن و فرمودن که چیز ما با اسم یکی دیگه که معروف به شتره آوردن، گفتن شما با این لجین و بدین و شما خیلی ناچیز خیلی
خیلی ساده این، یه افسر خیلی ساده ای و سرنگ خیلی ساده ای و ایشون دانشمنده و کتاب نوشته. یه روزم یه آقای دیگه اومد گفت که آقا ایشون کتاب نوشته، شما کتاب دارین؟ گفتم نه من کتاب میخرم، اینا 100 تا کتاب، 500 تا 600 تا کتاب دارم، ولی کتاب ننوشتم. ولی گفتن ایشون کتاب نوشتن. خودم منم میتونم از روی اینا بردارم دوباره بنویسم بعد اسم خودم بذارم روش، کاری نداره. ولی به هر جهت من اعتراضی ندارم. حالا یک بیننده بسیار ارجمند من در پاسخ به اون بانوی عزیز و محترم چند تا مورد از شاهکارهای اون آقای بیمیم رو که ایشون اعتراض کردن که من سادم و ایشون مرکبن و ایشون راه راهن و غیره و غیره براشون نوشتن. بیننده ارجمند من نوشته که جناب آقای باقری عزیز، با عرض سپاس و تشکر از برنامه گنجینه خرد و کوشش‌های جناب‌عالی در معرفی آثار مبارزین راه آزادی، اگر اجازه بدهید می‌خواستم در مورد برنامه روز جمعه 26 دسامبر در پاسخ خانم محترمی که ایرادی داشتن از تشابه نام و یا وجه تسمیه‌ای که در برنامه‌های تلویزیونی متداول است پاسخی داده باشم. آخه چون که ما یه شطور، واقعا یه مصاحبه با یه شطور بود ولی ایشون اشتباه گرفتن، فکر کردن ما با اون شطور معروفیم، یک آدمی که معروف بشده. یک گفتن خانم، حالا به خانم میگن، میگن خانم محترم، شما یا به طور مستمر برنامه های آقای بیمیم را ندیده اید و یا اینکه از محتوای آن خبر ندارید. ایشان به طور تردستی که شیوه رندان است میداند که ملت ایران از وضع فعلی حکومت آخوندها و خرافات دینی بیزار و متنفرند. بحثی را در تلویزیون اجرا و از این طریق جلب توجه ما زجر کشیدگان را کرده و در خلال آن بحثی را داخل موضوع کرده و رژیم گذشته را به چالش و خدمات ارزنده دو پادشاه را زیر سوال می‌برد و در حقیقت به نتیجه‌ای که خواسته است می‌رسد. هدف برنامه‌های همون دوست شما را. دو، برای گرم کردن تنور این روش، یعنی جلب توجه بیشتر، از میهمانهای استفاده در برنامه خودش در تلویزیون می نماید که یا لجاجت خاصی با پهلوی ها دارن یا در گذشته خطاهایی کرده و معلوم الحال می باشن، مانند شخصی که در زمان شاه فقید در کرمانشاه آخوند بود و چون به زنان و دختران تجاوز می کرد خلع لباس و به زندان افتاده بود استفاده کرده و از این شخص درخواست می کرد که بگوید شاه از شعبان جعفری برای ترسانیدن امرای ارتش استفاده می کرده و برای اثبات این امر یک عکس که مربوط به جشن مراسم چهارم آبان و شعبان جعفری که در آن زمان رئیس فدراسیون ورزشی باستانی بود و سایر عمرایی که در آن عکس بودند اکثرا رئیس فدراسیون چوگان، تیراندازی، سوارکاری بودند نشان میداد. ایشون یه عکسی رو نشون داده که خب توی چهارم آبان بوده، تمام رئیس فدراسیونا میمدن در حضور اعلیحضرت میستادن، خب همه عمرا هم بودن، مثلا رئیس فدراسیون چوگان میمده، رئیس فدراسیون هم فوتبال میمده، والیبال میمده، به کشتی میمده، غیره غیره، و اونا خب عمرا هم که واسطه بودن. بعد این مال شعبان جعفری رو که مال ورزشی باستانی بوده نشون میداده جلوی امیرا، بعد میگفته که شاه اینو میورده که این عمرا رو از اینا، از این بترسونه. این مغز میگم توش پهنه مال این. حالا سه، آقای اینجا اسم کاملش رو نوشتن که ما نمیگیم، چون آقای آریان گفتن اینجا در تلویزیون ما نباید اسم کسی بیاره، ما نمیگیم. آقای فلانی چندی بیش در برنامه خودش تفنگی را نشان داد، یعنی عکس تفنگی را، و میگفت این تفنگ را سپهبد زاهدی به خاطر کمک آمریکا در قیام 28 مرداد به کلونل آمریکایی داده، در صورتی که در تمام کشورها رسم بر این است پس از خاتمه دوره خدمت هر وابسته نظامی یک اسلحه کمری کلت و یا تفنگ و فلان با نصب پلاک از طرف عالی ترین مقام نظامیان کشور هدیه داده می شود. پس تمام
وابستگان نظامی که میمدن وقت خدمتشون در هر کشوری، حتی مال ما هم که میمدن اینجا وقتی میرفتن بهشون هدیه میدادن، اغلب هم تفنگ، شمشیر و غیره میدادن. بنابراین به این وابسته نظامیه، یعنی این مغز میگم توش واقعا یه وقتی که از اون چیز بهین و اینا هست میگه که مثلا برای یه کودتا یه دونه تفنگ دادن فقط، یعنی یه تفنگ دادن که خود آمریکا سازنده تفنگه، ایران یه تفنگ داده به آمریکایی که قیام 28 مرداد رو درست کردن. واقعا که خلاصه داده میشود این. بعد چهار، آقای فلانی در برنامه خودشان از مغلطه صحبت میکنند، در صورت که بزرگترین مغالطه گر خود ایشان هستند، که گفتم یک کتابی هم دارن مینویسن به نام مغالطات در مورد دو تا کتاب بسیار معروف اعلیحضرت، یکی کتاب مأموریت برای وطنم، یکی کتاب پاسخ به تاریخ. گفتن اینها 200 مورد دستم، من باید ببرم جلو دوربین تا قدمون بشه، 200 مورد مغالطه گفتن شاه مردم رو گول زده و من اینا رو نوشتم برای اولین بار در تاریخ انسانیت و شطوریون. خلاصه بزرگترین مطالقه خودش هستن، اگر راست میگوین چرا با داشتن فرصت 60 الی 90 دقیقه برنامه خطوط را باز نمی کنن تا بینندگان بیاین و نظریات خودشان را بگوین، برای اینکه می ترسه، برای اینکه می دونه اگه تلفن رو واکنه جز فحش و ناسزا به اون هی. پنج، ایشان در برنامه خودشان از عکس زنده یاد مصدق استفاده میکنند. چرا؟ عکس هایی که جناب آقای دکتر مصدق با آخوند خصوصا آیت الله کاشانی داشت و خوشو بش میکنند در کنار خودشان نمیگذارند تا طرفداران ایشان بیشتر پی به اهمیت موضوع ببرند. شش، جناب باقری بنده بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، در خاتمه میخواهم بگویم شما و سایر افسران آدم معمولی نیستید، افسران کارآمدترین هستند، آنها نابر اقیانوس ها، خلبان شکاری آسمان ها، پروفسور انصاری که میدونید که افسر بودن، معین ها، آقای معین زاده ایشون هم افسر بودن، سخاوت، نمیدونم کاشف اشعه لیزر و اساتید دانشگاه ها، مهندسین صنایع نظامی، سازندگان هلیکوپتر و غیره و غیره. پس میگن که افسرهای افسر ساده نیستن، البته اونا خطدار هستن، راه راه هستن، ولی ساده، ما ساده ساده هستیم ولی نه ساده لازه اونی که شما میگیم. بعد این دوست ارجمندم دو تا مورد دیگرم اعلام کرد، یعنی اضافه کردن صبح با تلفن به من. یکی گفتن که میگن که چیز در زمان مصدق، یعنی در 28 مرداد کودتا شده، نه در سطح قیام بوده. چرا؟ به دلیلی که آقای دکتر محمد مصدق وزیر جنگ بودن خودشون و رئیس ستاد ارتش هم دوست صمیمی و افسر خودشون بود و بسیاری از افسران ورزیده و خبره ارتش رو در اون سه روز خودشون از 25 مرداد تا 28 مرداد گرفته بودن، زندانی کرده بودن، کسی دیگه نبود که بخواد بتونه کودتا کنه، مردم بودن ریختن بیرون. و بعد از اون دیگه ارتش هم به خاطری که شلوغ نشه هم دیگه رو نکشن اونا اومدن. بعد یکی دیگه میگه که یه مورد دیگه که این آقای مینبه میگن میگن که شاه نگذاشت یک دکتر بره سر مصدق، مریض بوده اینا، در صورتی که میگه که اعلیحضرت یک تیم پزشکی بسیار ورزیده فرستاده بودن، مأمور کرده بودن در احمدآباد که به وضعیت سلامتی آقای دکتر محمد مصدق برسن و سرپرستیش هم به آقای دکتر غلام حسین مصدق فرزند جناب دکتر محمد مصدق داده بودن و ایشون نظارت میکردن و از پدرشون مراقبت میکردن. بنابراین همه چیز رو از جوان و عزیزا، آقای مشیری حالا مجبورم بگم، همیشه دروغ میگه. من دلیلش هم بهتون گفتم، به دلیلی که از ایران به علت تجاوز به ناموس یک شخص بیرونش کردن از شهربانی و خلاصه فرار کرد از ایران و غیره و غیره و غیره، فقط به حکومت پادشاهان پهلوی حمله میکنه.
اینم خوندم خدمتون. عرضم به حضورتون که من یه مصاحبه کوچولوی خانم اثر پهلوان با آقای احمد رضایی، فرزند همون رضایی معروف، رئیس پاسدار و رئیس نمیدونم الانم در تشخیص و تشخیص و اینا، این کرده. این میگه که ببینید یک جوون 10-18 ساله که بعد از این مصاحبه ها رفت به دبی و اونجا کشتنش، سر به نیستش کردن. البته رضایی هم رو خودش نیورد، حالا یا دروغی گفتن کشتنش که ردش کردن رفت یه جای دیگه، یا کشتنش یا نه معلوم نیست، ولی به هر جهت گفتن کشتنش. این میتونیم روز به جان اونو پخش کنیم، مال آقای رضایی رو الان. این یه آخر مصاحبه برای ما 3-4 دقیقه شو براتون پخش میکنیم، شما هم یه نفسی از پرگویی من بکشید، من باز دوباره برمیگردم خدمت. آخرین حرف من اینه که شما فکر چه پیامی دارید، چه آخرین حرفتون چیه؟ من فقط میتونم خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت، یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف میشد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه جامعه امروز ما میخواییم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، به بخص شاه ایران، داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد. و من واقعا اینو من دوست دارم که به هموطنانم بگم، یه مقدار بیشتر هوشیار باشن، یک مقدار بیشتر فکر بکنن، یک مقدار با هم بیشتر مشورت بکنن از یک سری مسائلی که مربوط میشه به انسان‌های بی‌فرهنگ، مربوط میشه به انسان‌هایی که درک ندارن، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه درک فرهنگی، فهمون اصلا درک ندارن، وارد اونها نشن. واقعا زشته که من وقتی صحنه‌هایی می‌بینم، حتی در همین شهر لس‌آنجلس که اتفاقاتی می‌افته، صحبتایی که من وقتی می‌شنوم که چه مسائلی داره اینجا مطرح میشه، چقدر مسائل پیش پا افتاده ساده. ببخشید، فکر نمی کنید که همین مامورین جمهوری اسلامی هستن که این حرفا رو میزن تو جامعه ایرانی، بخوان تفرقه بندازن بین خب خدمت رو عرض بکنم، جامعه ایرانی یه جامعه که درش پچپش کردن خیلی معمولی هست. من که شما به این واقف هستین که چقدر مامور در اینجا وجود داره؟ بله، 100% تعداد زیادی مأمور وجود داره و تنها کاری هم که اونا از دستشون برمیاد همین شایع پراکنیه، چون اونا قدرت های تروریستی و کار دیگه ندارن در اینجا. ولی به هر حال هر چقدر هم اونها باشن، اگه مردم خب هموطنان ما با فکر باشن، در صحنه باشن، یک مقدار دل بسوزونن، هیچ وقت اونها اصلا به نظر من عددی حساب نخوان و خیلی زیادن. خیلی جمهوری اسلامی مخصوصا الان داره پول خرج میکنه با سپاس از کارگردان. دیدید که این نظر یک جوانه نم 18-19-20 ساله بود، فرزند محسن رضایی که پدرش از اون اول انقلاب بود و دیگه در مثل این که فکر میکنم راننده خمینی بود، نمیدونم کی بود، برجدی بارفروش بود، یه
میوه و سبزی و پرتقال و پوست خربوزه اینا میفروخت، ولی الان شده نمیدونم در مجمع تشخیص مملکت هستنه. ولی این فرزندش ببینید 18 20 ساله چقدر زیبا صحبت کرد، چقدر قشنگ، چه حرف زیبایی گفت. گفت در زمان قدیم انقلاب لازم نبود، اصلاح لازم بود و الان اصلاحی دیگه نمیشه کرد، این دزدارا انقلاب لازمه. نه حالا میخوان تازه اصلاح طلب و هستن و اصلاح بکنن و غیره و اینا. خواستم فقط یه گوشی بیاد. و بعد اینو میگن در دبی که رفته بوده در اونجا کشتنش در هتل و دیگه اینا عزیزترین کسشون هم میکشن اگر کسی خلاف مصالحشون صحبت کنه و بخواد خلاف باشه. به همین دلیل هم 5 تا 6 تا ارتش دارن، ارتش دارن، پاسدارا رو دارن، نمیدونم چی یعنی لباس شخصی ها رو دارن. اون یکی گروه همیشه اسمش یادم میره. برجت اینم خواستم خدمتون عرض کنم. من یک دوستیم اون روز گفتم، دوست عزیز بسیار بسیار نازنین 40 ساله من فوت کرده، آقای جلال جانان. عکسشو کارگردان عزیز بهتون نشون میدن. این مرد عزیز همسایه و دوست 40 ساله منه، مردیه که گفتم من برای خاکسپاریش که رفته بودم بیش از 600 نفر آدم اومده بودن و هر دو نفری که با هم صحبت میکردن میگفتن حیف، حیف که این مرد، اینقدر مرد خوبی بود. امشب در ساعت 6:30 تا 8:30 در نسح کالچرال سنتر در آدرس 142 ساوت ریکسفورد درایو بیورلی هیلز از 6:30 تا 8:30 مراسم یادبود این نازنین هست. من مجدداً به همسر ایشون خانم پروین خانم، پسر عزیزش پرهام عزیز و دختر گلش خانم دکتر تینا تسلیت عرض میکنم و میگم و به همه بازماندگانشون آرزوی بقای عمر و سلامتی اونها رو از درگاه ایزد متعال و اهورامزدا دارم و برای این مرد بزرگم همیشه آرزو میکنم که یادش و نامش جاودان باشه در خاطره های عزیزان. سپاسگزارم که عکسشو نشون دادید. خب عرضم بزرگتون که من از چندین باره که کتابی دارم به نام، از کتابایی که صحبت میکنیم ببینید، کریسمس گذشت، درخت کاج تموم شد، هدیه های کاج رو دادین، سال نو هم میاد دو روز دیگه و روز میدونین چهارشنبه شب، شب جشن و پایکوبی و شادی. البته ایرانی ها بیش از 50,000-60,000 نفر در لاس وگاس برای 25, 26, 27 همین ماه در لاس وگاس بودن. آقای معین و نمیدونم کی یکی همه به ارقام 100,000 و 200,000 و 50,000 و 80,000 و اینا، خانم گوگوش و داریوش و همه ارقام بسیار بسیار بالایی گرفتن. البته هیچ کدومشون تا حالا شنیدین که، البته با احترام به همشون و صدا همشون هم دوست دارم، ولی تا حالا شنیدین که فلان خواننده‌ای که میره یه کنسرت میده در لاس وگاس مثلا 70-80 نمیدونم 100,000 دلار میگیره؟ تا حالا شنیدین مثلا بیاد بگه آقا فلان خواننده 5,000 دلارشو داد به بیمارستان کودکان، یا داد به بیمارستان سیتی آف هوپ، یا داد مثلا به فلان مؤسسه خیریه و غیره؟ البته ممکنه به بنگاه ایمان بدن، به بنگاه ایمان میدن که میلیارد میلیون میلیون دلار از ایران میگیره اون آقای اون دکتر چیز حامله که چیز دکتر دندون سازه، ولی میاد اونجا با مثل نماز و روزه درس میده. خیلی واقعا جالبه. بعد منظورم تا حالا نشنید به هر جهت، ولی نوش جون اون آدمایی که رفتن و لذت بردن و کیف کردن. ولی یادتون باشه که وقتی که ایران رو میبینید، وقتی که مردم ایران رو میبینید، وقتی که الان این گروه هایی که از همین ایزدی ها که میگن که تار و تار شدن ایرانی هستن و اینا رو توی این سرمای زمستون، تو این برف و بوران، اینا آواره بیابونا شدن با یه دونه چیز، یه چمدون چیه، یه بخچه گرفتن. و دیروز یه فیلمی دیدم که الان یه مطلبی رو خدمتون میخونم
بعد از این و بعد از این که در بلوچستان نوشته میدونی دریاچه هامون خوش شده به دلیلی که آبش رو افغانستان و پاکستان و اینا اون رودخانه هیرمند رو آبش رو برگردوندن و اجازه نمیدن که دیگه آب به ایران بیاد. دریاچه خوش شده، تمام زراعت از بین رفته. یه فیلمی هست، البته طولانیه، شاید بعدن از کارگردان خواهش کنم اگه صلاح دونستن این فیلم رو نشون بدن، بسیار بسیار جالبه. حالا برجهت بگذاریم از دیگه، میگه ذکر مصیبت از مصیبت کم نمی کنه. میدونید که ما چقدر میتونیم کسریمون رو نشون بدیم جونه؟ آه تلفن هم داریم، تلفن ها رو جواب بدیم یا حالا حرف خودمون رو بزنیم؟ حالا یه تلفن، حالا چون آقای کارگردان گفتم میگیریم از ساعت 10:05-06 تلفن ها رو، این یه دونه رو جواب میدیم. در خدمت شما هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما بینندگان تو هم آوری. درود به شما عزیزم، بفرمایید. بله آقای، درباره این آقای مشیری که صحبت کردید. من در مورد آقای مشیری نبود، در مورد اون شطوری بود که باش مصاحبه کرده بودیم در چیز. بله بله بله. این یک که میدونید که خیلی ممنون که اومدید رو خط، ولی چیزایی که میدونید سند نداریم، مدرک اون مطلبی رو که من میگم در مورد ایشون، اون من اون رئیس شهربانیش رو میشناسم، دوستمونه، دوست به حساب گروه افسراست، اوشون میگه و من مدرک زنده دارم، ولی چیزی رو که نمیدونیم اینا. و اصولا هم کار زیاد به کارهای شخصی کسی نداریم، ما در مورد کارهای سیاسیشون صحبت میکنیم. برجت عرضم به حضورتون که گفتم همه ای بساط گذشت، ولی یادتون باشه که ما نوروز رو در پیش داریم و شاهنامه رو باید بخرین همتون، اگر کسانی شاهنامه رو ندارن یا کسانی که شاهنامه رو به نظم دارن ولی به نثر ندارن، یعنی به نوشته روان، بدونه که شعر باشه و آدم درک نکنه احتمالاً بعضی از قسمتاش رو، ما این شاهنامه به نثر رو داریم. یواش یواش به فکرش باشید که در سال آینده اینو درخواست کنید، هر کدوم یا به نظم یا به نثر، که براتون بفرستیم که به جای هر کتاب عربی که نمیدونید توش چی نوشته و مفهومش چیه، نه عربیشو میتونید بخونید نه اگر بخونید میفهمید چی میگه، چون در اونجایی که میگه آقا دست رو از چپ ببر الله و دست راست رو قطع کن، پای چپ رو ببر، گردن رو بعدن بزن، اینا رو که خب حالا من به فارسی عربی گفتم، ولی شما وقتی به عربی میگه که نمیفهمید. مثلا آقای اون میرزا آقاسی هست، اون آخوند ریشویی که الان قرارم هست یه تلویزیون فرهنگی باز کنن، ایشون میگفت که آقا قطع کردن یعنی کوتاه کردن، یعنی دستا میگه کوتاه بکنید، اونجا که میگه که القطع نمیدونم یدین و پا را قطع کنید، دست رو دست چپ قطع کنید اونقدر خون بیاد تا بی حالشه بعد گردنشو ببرین، این میگه نه، میگه دستشو کوتاه کنید، یعنی ببرین عقب مثلا دستا، که خب مورم میگن کوتاه کنید، خب قطع میکنن دیگه. بگذاریم بجد این کتاب شاهنامه به نثر رو یادتون باشه. بعد من 3-4 جلد کتاب دارم از یکی از نویسندگان بسیار ارزشمند ایرانی به نام آقای نورالله خرازی، معروف به نوری. 3-4 کتاب اینا رو به ما هدیه دادن، اون مؤسسه متاسفانه نمیدونم الان، البته آقای حالا میگم الان براتون، آقای منصور پور اتحاد اینا رو برای ما گرفتن. من اون شب رفتم در مراسم این زنده یاد آقای نوری نویسنده. تمام کتاباشون داستانهای کوتاهه، یکی هست به نام پین دوز،
یکی هست به نام قلب گریان، یکی هست به نام نردبان یعقوب. اینا رو ما به صبح و از جناب آقای دانیل خرمیان گزیده های اندیشه هست که اینا رو ما به صورت پکیجی اگه زنگ بزنید خدمتون با قیمت بسیار بسیار نازلی خدمتون تقدیم میکنیم. من این مطلبم گفتم خدمتون. اجازه بدید که ببینم که میخوام الان از این کتاب خب آقای جلال رم گفتم. این از کتاب من یک آخون هستم. روز بزن میشه کولرم روشن کنین لطفا؟ الان روشن میکنن روز بجان. ببینید یک این داستان من یک آخون بودم، مرد بسیار محترم نازنینی، یک کارخونه دار بسیار محترم رو میان بدون هیچ سابقه‌ای، بدون هیچ کار خلافی با کتک و اینا میگیرن از جلوی پسرش که تو کارخونه بوده، میگیرن و کتکش میزنن و دستاشو میبندن و میبرنش زندان. و خلاصه در زندانم میگه هر دو روز سه روزی یا آخوندی بود یا آفت الله بود میمد تو اونجا و یه سوال میکرد و چهار تا اسم و ده تا رو برمیداشت میبرد و همون تو تق 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 تیر بارو میکردن و میرفت. بعد اونایی که پول داشتن و پول میدادن سیستم کارم این بود که خدا آخونده تعریف میکنه آیت الله، میگه که اینا میرفتن یه گروهی داشتیم مأمور بودن که میرفتن به یارو میگفتن آقا آدرس زن بچه دو اینا رو بده، اگه میخوای از اینجا در بری مثلا، حالا بستگی فکر کنید داستان مال مثلا 20 سال قبله، مثلا باید 100 میلیون تومن اون موقع، نه حالا که میلیارد میلیارد میدوزن، نه 100 میلیون تومن باید بدی یا مثلا کارخونات رو به اسم ما کنی یا باغات و دهت و ملکت رو به اسم ما بکنی تا ما از اینجا نجاتت بدیم. خلاصه بعد این خب آدرس میداد به زن بچهش و اونا میرفتن میگفتن آقا اگه میخواین نجات پیدا کنه شما باید 100 میلیون 200 میلیون تا هفته دیگه بدین و الا همین سه روز ممکنه بکشنش. خب اونا هم بیچاره میدادن دیگه به خاطر سلامتی و چیز پدرشون یا پسرشون یا عزیزشون میدادن. حالا آخونده این مرد محترم رو میگیرن و میرن و اون خودش یکی از همون رابطه رو اون تو همجور شانسی پیدا میکنه و بهش میگه آقا پولت میدم و میفرسته پیش پسرشو، پول مفصلی میگیره و میده به اون آخونده اصلی آفت الله و خلاصه بعد یه محاکمه میذارن و میگن آقا ایشون اشتباه شده، این مرد بسیار محترمی، آزادش میکنه. بعد به همون رابطه چقدر کمک میکنه و کار میده و غیره و اینا، بعد اون آیت الله اصلی که جزء سرانی بوده که اعدام و یا آزادی اون آدم ها رو، ببخشید تون 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 میگم چون وقتمون داره تموم میشه، در جهت اینا رو با اون علاقه من میشه که با این مرد دیدار کنه. وقتی با این مرد دیدار میکنه شیفته اخلاق و سجایا و شخصیت این مرد واقع میشه و سعی میکنه که خودشو اصلاح کنه و باهاش خیلی گرم میگیره، با هم میرن یه مسافرت اصفهان و غیره. بعد تعریف میکنه که ما چجوری، همین داستانی که گفتم، چجوری پول میگیریم چکار میکنیم و اینا، و اون وقت حالا میگه در اینجا یه گوشه میگه که چجوری ما باید چیکار بکنیم، آخون در به حساب چه نقشی باید داشته باشه. میگه که خانواده های رو خوشبخت باشید، زندان و سیاه چال مخصوص آخوند است. این داره میگه به جایی که ما آدم های انسان ها رو، انسان های ایرانی رو، آدم ها رو میگیریم زندان میکنیم، این زندان و سیاه چال مال ما آخوندهای حرومزاد، خدا آخونده میگه زندان و سیاه چال مخصوص آخوند است که آنان را مانند خران به آخر بسته و تن لش بیخاصیت و بوگندوی آنها را زیر بار و باربری کشانید. اینا یک آیت الله داره میگه. جای شما و افرادی مثل شما به اون آقا خوبه میگه در بالای سر آنان است که به شما سواره بدهند، سواری بدهند. کدام لعنتی این میدان و موقعیت را به آخوند نادان و حیوان صفت سپرده است؟ این ملت مگر قبلا از زیان و ضررهای آخوند بی معرفت کم دیده و کم شنیده بودند که مجددن گول این گله آدم فریبان و شیادان را خوردن؟ اینا فرمایشات یک آیت الله نازنینه.
شما میدانید چه ضربه‌ای بر پیکر و احترام و شخصیت ایران وارد آمده که گول این الاغ‌های قبرسی را خورده و زمام امور و اختیار خود را به دست آنان دادن؟ جای آخون یا در طبیله است یا حد اکثر مراقبت و تمیزی توالت‌های عمومی است. ما لیاقت و شایستگی خوردن پوست خربوزه و هندوانه را هم نداریم. بلعیدن این غذاهای مائده آسمانی برای ما حرام است، آخونده داره میگه. حال چطور میتوان قبول کرد این همه افراد شایسته با سواد و تحصیل کرده در زندان ها بوده یا در قعر گورستان ها باشند و ما شالاتان ها و شیطان ها از تمام نعمات این آب و خاک بهره مند باشیم؟ من میدانم ملت ایرانی فوق العاده با استعداد، قدرتمند و با معرفت است. فقط از روی سادگی و خوشباوری گول این خران قبرسی را خورده و فریفته شدن. من در مقابل انسانی مانند شما زبانم کوتاه و قاصر است، عرض اندامی ندارم. رحمت بر کمال آتاتورک که بزرگترین خدمت را به کشورش نمود و مملکت خود را از وجود این میکروب ها پاک کرد که با برگزاری یک مهمانی در روی عرصه کشتی و دعوت از آنها بهترین و شایسته ترین پذیرایی را از آنان به عمل آورد، سربازان خود را دعوت تا آخرین رأس آخونها را به دریا و اعماق آن پرتاب کردند. دو، متعجبم چرا رضا شاه از انجام این کار خودداری کرد. او که مزرعات و ویرانسازی آخونها را کاملا میدانست، از آنها ضربات و صدمات کافی دیده بود، چرا یک بار تخم آنان را از روی این کشور کهنسال و بزرگ کوتاه نکرد؟ چکمه هایش را بر روی گلوی آنان به اندازه فشار نداد که یک بار آنها را خفه کند، تخمی از آنان را باقی گذارد که این تخم مانند پشه زاد و ولد کرد. جونم با منی؟ یه لحظه این قسمت تموم کنم. مجددن این کشور باستانی و مهد تمدن را مورد تهاجم قرار داد که در زیر نعلین خود نابود و خرابه ای ساختند. این مملکت را باید را که میرفت به طرف ترقی و تمدن مدرن رود، نه تنها متوقف ساختند بلکه هزاران سال به عقب برگرداندند و خرابه ای کردند. از کتاب من یک آخوند هستم، فرمایشات یک آخوند آیت الله. اول خط سیر بگیریم از ایران. از ایران خیلی خوش آمدین، ام بفرما، خواهش میکنم. درود بر شما. درود به شما عزیز ارجمنده. از کار خدمت شما، من دوست همیشگی شما هستم، تماس میگیرم با تون بشخص سوال میکنم در مورد اخیر کاشی ها. بله سپاسگزار شما هستم. از کار خدمت گذشته اعلام کردم، گفتم که اخیر کاشی توی بلنجاش انجام شده رو ماشین های مردم. بله. این جریان دوباره تکرار شد توی ستارخان. بله. تو ستارخان، تو منطقه ستارخان دوباره رو ماشین های مردم امتحان کردن. ما اسما رو میدونیم و داریم. بله. اگر مردم ما، اگه مردم بدونید، اگه امروز روی ماشینتون داره امتحان میشه، پس باید روی مادرتون، چه خواهرتون، برادرتون و خانمهاتون و بچه و دخترتون. پس بیاین رو بگید. اگر بیان اعلام کنن پشت تلویزیون که چنین اتفاقی افتاده، مردم مطمئن بشن که جریان هست، ما این اسما رو اعلام میکنیم. تا وقتی این مردم نیان و نگن، ما اصلا نمیتونیم اعلام کنیم. من با آقای آرانی هم صحبت کردم، گفتیم که اگر تا وقتی مردم اعلام نکردن، ما نمیتونیم حق نداریم اسم کسی رو اعلام کنیم. درست. کسایی که چنین اتفاقی براشون افتاده بیان بگن، ما موقع چی مسئولیتی نداریم برای گفتن اسمشون. راحت میگیم که حداقل جلوشون گرفته شما، ما اعلام کردیم که آقا این جریان اتفاق میفته، حداقل بتونیم جلوشون رو بگیریم که چنین اتفاقاتی نیفته. اما متاسفانه اینا ببخشید عقل و شعور و فهم درست حسابی ندارن، داره کارشون رو ادامه میدن. اگر مردم بیان بگن، ما حتما میایم اسمشون رو اعلام میکنیم که بدونن که ما اسمشون رو داریم و میدونیم کجاها داره امتحان میکنن. از بین خودشون هم اطلاعات میاد بیرون، اینا در به در این هستن که دوتا من که از کی هستش که این اطلاعات میاری دقیقا میگه. ما اگر قبلش خبر داشته باشیم میام میگه. متاسفانه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته ما نیستیم، شما نمیرسیم. بعضی که اتفاقات میفته میام میگن، ما متوجه میشیم چه کجاها کدوم منطقه اتفاق افتاده. قبلش میمادیم میگفتیم. اصلا برایشون مهم نیست. مثلا ما اعلام کنیم، ما کوپین که اعلام کنیم، اعلام کنیم جلوشون گرفته میشه و دست میکشن این کار. نه، اصلا برایشون مثل اینکه مهم نیست. پس مردم ما اگر بیان اعلام کنن تو تلویزیون شما، ما مطمئن باشیم اسمشون اعلام میکنن. سپاسگزار شما. خیلی ممنونم عزیز دلم. مرسی. خط دو در خدمتتونم، بفرمایید، خواهش میکنم.
پسند دو گمم. الو بفهم میخواهش میکنم. الو جانم. آقای باقری سلامت کنم. درود به شما قربونتون. هم بفرمی. از دیویو صحبتی کنم. لطف میفرمی. این آقای اولی که صحبت کردن بیننده اولتون، شما حرفای آقای مشیری رو قطع کردید. ناتونیم چی میگن؟ عرضم به حضورتون که ما چون این نظر هم من بود هم کارگردانمون مسئول این کار هستن و یکی از به حساب چی میگم بندایی که جزء اساسنامه و آیین‌نامه تلویزیون هست اینه که اسم کسی رو به ویژه برای یک کار ناجور که میدونیم مدرکی نداریم، یه وقت یک مدرکی داریم همه میدونن اعلام میکنن مسئله نیست، ولی یه چیز خیلی بسته ای رو که ما هیچ کدوم واقعا نه من نشنیده بودم اینا شما هم نشنیده بودن خیلی ها نشنیده بودن، در حقیقت صلاح نیست که ما به کسی تو اون مطلبی رو که من همیشه میگم من اونو مدرک دارم چون افسر مربوطه رئیسش رئیس شهربانیش تایید کرده این مطلب رو اونو من میگم، ولی اینو چون نمیدونستیم به این دلیل بود که سعی کردیم که یعنی خواهش کردیم صداشون رو بستیم. تا اونجا که میشه مثلا در لفاف، ولی همه میدونن من مثلا اون هفته قبل واقعا منظورم ایشون نبود، شطوره بود که در چیز دبی بود که عکسش هم نشون دادیم بیچاره رو، ولی نمیدونم چرا چسبوندن به اون دوستمون. نه شطوره واقعا همونه که فدای شما خدا نگهدار. خط یک در خدمتتونم بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما جناب آقای باقری. درود به بیننده ارجمند جونم. سلامت بشین آقای باقری. شما متاسفانه من از شما توقع نداشتم، واقعا دیدم اهانتایی کردین به آقای مشیری، فردی که صاحب فکر هستن صاحب نظر هستن و شما وارد یه سری از مسائل شخصی این فرد شدید. من نشدم. من اجازه من نشدم. من یه چیزی رو گفتم که مطمئنم اون بیننده ارجمند من اومدن بگن که من صداشونم بستم، ولی مسائلی که من گفتم مسائل سیاسی گفتم و ایشون خیلی به راحتی صحبت میکنه، منم جوابش دادم، هیچ چیز نبود. آقای باقری بنده از شما توقع دارن که از ادله های عقلانی استفاده بکنید. اینطور صحبت کردن شما نشانه ضعف شما رو به نظر من نشون میده. سپاسگزار شما هستم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. قربونتون برم. دیگه از این ادله تر و کامل تر و نمیدونم من که اسم و نمیدونم همه مشخصاتشو خدمتتون عرض کردم. ایشون اعلام میکنن که شاه اجازه نداد یک پزشک بره دکتر محمد مصطفی. من در این مقوله صحبت میکنم، اعلام کردن که پادشاه اجازه نداد که یک دکتر بره دکتر محمد مصدق رو ببینه، در صورتی که یک تیم پزشکی رو اعلی حضرت معرفی فرمودن و پسرشون دکتر غلام حسین مصدق هم رهبر اون گروه و اون گروه پزشکان بودن. اینو برید ازشون بپرسید، از پسرشون، از نمیدونم تاریخ رو بخونید فلان اینا. اعلام کردن خیلی همین مواردی رو که خدمتتون عرض کردم. سپاسگزار شما هستم، ببخشید که صداتون رو بستم دیگه، چون دیگه به عقل منم شما شک، من که زیاد ادعای عقل ندارم ولی شک کرد. روز به جام میتونیم آهنگمون رو پخش کنیم؟ فرصت داریم؟ میخوان نکنی؟ نه ولش کنی، نمیذاریم. یه آهنگی پیدا کرده بودیم مجدد بود، آهنگ سوسن، چون ما هفته پیش همین سفرش رو گذاشتیم ولی تصویر خودش رو نداشتیم، با تصاویر زیبای طبیعت گذاشتیم، امروز می‌خواستیم با خودش بزنیم ولی چون مثل که 2-3 دقیقه دیگه بیشتر من فرصت ندارم، من یک مطلبی است که راجع به چیز میخونم، راجع به این همین دریاچه هامون و غیره هستش میخونم، خیلی جالبه. این با مطالبی است که خمینی الان این دوست ارجمندمون گفتن که شما بی از منطقی نیست حرف و عقلی نیست و اینا، الان ببینید در مورد خمینی میخوام بگم، ببینید آیا این سابقه داره در ذهنتون یا نه.
خمینی اومد گفت که علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش به این مقدار نباشید. حالا البته با اون لحنه خودشون، لحجه خودش باید بگم، حالا چون نمیخوام، معمولی میخونم. میگه دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدهیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. الان رسوندن همه اقلا بیشتر از 10 میلیون ما تو خیابونا، زیر پلا، توی بیغوله ها، توی خرابه ها، توی زمستون میخوابن. بیش از 50 میلیون نون شب ندارن، احتیاج به نون خالی دارن. با این شعار مشتی ایرانی که زمانی رستم و سهراب و ماندانا قهرمانان آنان بودن و سرزمینشان بهشت روی زمین به حساب می آمد، در سکوت فقر و بدبختی و در برهوت فراموشی می خواهند زنده بماند. زندگی نمی کند، تلاش می کند تا زنده بماند. حالا با این مطلب یه ویدیوی بسیار جالبی هست، بسیار زیبا، که از دریاچه هامون و سیستان و بلوچستان اینا گرفتن که به چه روزی افتادن مردم، اصلا گریتون میگیره. آب را در سمت افغانستان به ترتیبی که دریاچه هامون جاری نشه بعد بسته اند و دریاچه خوش شده است. سیستان و بلوچستان در جنوب به آب دریای عمان و اقیانوس هند راه دارند، ولی از خشکسالی در مرگ قرار گرفته. در دیوارکشی مرزی بسیاری از سرزمین‌های ایران به افغانستان و پاکستان واگذار شده است. در دقیقه 43، همون فیلمی رو که میگم که بعداً اگه کسی خواست زنگ بزنه بگم در چه چیز یوتیوب هست پیدا کنید، در دقیقه 43 فیلم زیر به حروف ملا خدری گوش کنید، ببخشید به حرف ملا خدری، به حرف مردم گوش کنید. در دولت مستضعفان کاسب بدبخت است و سرمایه دار و تاجر بخوانید سپاه پاسداران و قاچاقچیان به ویژه مواد مخدرچی ها برنده هستند. یارو در خیابان میگوید امام زمان هم 25 سال پیش رفته به هندوستان و بر نگشته. این فیلم در مورد دریاچه رضاییه، درباره کردستان و خوزستان و درباره آذربایجان و ترکمن‌صحرا هم راست و برابری می کند. روزگاری خواهد بود که همانند شهر سوخته که در زیر خاک و ماسه ها رفته است، در جاهای دیگر ایران هم بایستی منتظر دریا باشیم که بیاید. در دوران شاهنشاهی ساختاری فراهم شد تا سیستان و بلوچستان تولید نیشکر، موز، میوه‌های گرمسیری را به صورت گسترده تولید کند. شهر سوخته از زیر خاک بیرون کشیده شود. دوباره سیستان و بلوچستان به سرزمین یلهایی مانند رستم و سهراب و رودابه تبدیل شود. با نقشه بسیار پیشرفته بندر چاهبهار به صورت تعمیرگاه و مرکز کشتیرانی کشتی‌های بزرگ از جمله ناوهای هواپیمابر مبدل شود. خانه سازی و خیابان کشی شود. آیا نماز باران یا نماز جماعت یا نماز هفتگانه یا دهگانه یا هزارگانه روزانه تأثیری در زندگی بهداشتی و زندگی روزانه مردم دارد؟ آیا این نمازها هزاران سال از طوفان و مرگ و میر و خوشسالی جلوگیری کرده است؟ این مردم امروز به یاری نیاز دارند. آب و برق مجانی چه شد؟ اتوبوس مجانی و مسکن مجانی چه شد؟ این معیاری است که در حروف خمینی ملعون بود. دلخوش به این مقدار نباشید. اینها شما را، معنویت شما را، روحانیت شما را عظمت دادن فلان اینا. البته خمینی راست گفت، بیچاره گفت آب و برق و اتوبوس و اینا همه را مجانی میکنیم. اون جایی که گفت درست گفت، سر قبرستون بود، برای مرده ها گفت. راست میگه، اونا نه اتوبوس سوار میشن نه آب و برق استفاده میکردن. راست میگه، گو مجانی. بعدش چراغ روشن کردن، دیگه فرصتی نیست. من از حضورتون، بازم خیلی کارامون مون. من
طبق معمول همیشه میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها، و به امید رهایی ایران از دست ستمکاری مسلمین و مسلمات و آخوند و حشرات دیگه، امیدواریم که ایران آزاد داشته باشیم. و آخرین کلام خانم آزاده دستیار رضا فاضلی رو میگیم که میگفت که نازنینم نازنینم چه دعا بهتر از این، گریت از سر شوق، خندت از ته دل، نبود هیچ غروبت غمناک. من آرزو میکنم که نه غروبتون، نه صبحتون، نه ظهرتون، نه در تمام طول زندگیتون غمی نباشه، همش سرشار از شادی. و البته میدونم که حرف بی خودی الان با این گرفتاری و با این حکومتی که دارین براتون امکان نداره، ولی اگر به ایران فکر کنید، اگه به فرمایش شاهنشاه آریامه که گفت همه باید به ایران فکر کنیم تا ایران زنده بمونه، ایران حتما زنده خواهد بود. خدا یارو نگهدارتون.